بله بند عزیز، خدمت شما هستم از برنامه سفره نور با جمع همکاران. انشالله که بیننده برنامه خود باشید. همونطور که پیشتر حایث فقیری صحبت کردن، واقعا آرزوهای همه ما و شما داریم. انشالله که همه ما و شما به آرزوهای خود برسیم، مخصوصا در شرایط کشور ما و شما که همه مشکلات از هر طرف سرازیر هست و روزی باشه که ما افراد در کسان اشخاص در برنامه واقع داشته باشین، آرزویشان بیشتر آرزویشان برآورده شده باشه و به خواسته هایی که در ذهن داشتن، شاید خواسته های مشروع رسیده باشن. متاسفانه ما و شما کمتر سراغ داریم چنین افرادی. و آخرین نکاتی که اشاره کردن، اولاد صالح هست که آرزوی هر پدر هست. انشاءالله که برای من و همه شما عزیزان پروردگار عالم اولاد صالح عطا بکنه. در بخش بعدی برنامه در خدمت یک تن از جوانان موفق شهر خود هستیم، جناب آقای صمیم، مومن جان صمیم، که خوشبختانه دعوت ما را پذیرفتن، در برنامه تشریف آوردن. ما میخوایم که سلامی داشته باشم خدمت آقای صمیم. خیلی خوش آمدین در برنامه. علیکم السلام و رحمت الله. من هم سلام های خود تقدیم شما و تمام خوشگل شنونده و بیننده های تلویزیون اصلاح تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همه عزیزان دل دارای صحت کامل و در لباس عافیت به سر ببرم و در آستانه ای ماه مبارک رمضان قرار داریم. امیدوار هستم که همه عزیزان این ماه مبارک رمضان تا اکنون خیلی خوب و خیلی درست از این فرصت استفاده کرده باشم و پیش برده باشم. بسیار نیک. جناب آقای صمیم، من میخوام پرسان بکنم که نیروی جوانی چقدر نیروی با ارزشی هست؟ میشه شما چون در حالت قرار داریم که جوان هستیم و او هم جوان موفق، میخوام پرسان بکنم که از جوانی باید چه تعریف آدم داشته باشه و چگونه استفاده بکنه؟ بسیار سوال شایسته و سوال بایسته و بجای. همانطور که میفهمیم خود جوان، کلمه جوان به معنای ای که دارای نیرو، دارای قوت، و جوان به این معنا که یک جوان باید هدفدار باشه، در زندگی داره هدف باشه. حالا جوان به این معنا که نیروی قوی داره و در داخل جامعه باید خیلی از اون نیروی خود به خود درست صحیح استفاده کنه. اکثریت جوانای ما میبینین که در داخل جامعه هستن، عزیزان دل، میبینین که در زندگی کدام هدفی ندارن و عزیزای دل بروی یک محور، بروی یک پلان در زندگی به پیش نمیرن. به عنوان از اینکه ما خود به عنوان جوان و به عنوان نیروی قوی می نامیم، باید از فرصت‌های زندگی که الله تبارک و تعالی برای ما داده، از این فرصت‌ها باید خیلی درست به نحو احسن از او باید از او استفاده کنیم. چون خود جوان می نامیم، جوان به این معنا که از فرصت‌ها درست استفاده کنیم. بسیار نیک. جناب آقای صمیم، حالا صحبت‌های شما واقعا چنین چیزی هست که اکثریت جوانان ما روی یک هدف، یک برنامه خاص پیش نمیرن. همونطور صبح میشه و شام میشه و بعد بالاخره عمر هم سپری میشه. اگر جوان کمی با خود بیایه و هدف داشته باشه، چقدر میتونه با کدام ویژگی ها؟ من میخوام هدف رو پرسن بکنم که وقتی هدف تعیین بکنه چه حرکاتی، چگونه حرکت بکنه تا اینکه به هدف خود برسه. حالا فرض کنیم شما روی هدف خود کار میکنیم، بعد تنها هدف تعیین کردن رای حل هست یا اینکه نه، بعد حرکت هم داشته باشه، تحرک هم داشته باشه تا اینکه به هدف خود برسه؟ دقیقاً هر کاری که به عنوان یک جوان یا هر انسان در داخل جامعه کار میکنه، اما هدف خود که تعیین میکنه به این معنا که باید به هدف خود برسه، یعنی روی هدف خود خیلی درست برنامه ریزی میکنه، خیلی درست کار میکنه و این هدف خود که میریزه، هدف خود به سه محور، یعنی بلند مدت و کوتاه مدت برنامه ریزی میکنه. خب این برنامه ریزی که شد، حالا نیاز ای داره که باید یک حرکت بکنه. نه، وقتی که هدف را تعیین کرد، برو همو هدف خود با یک نیروی قوی، خیلی با استعداد و به ای فکر باشه که من این هدف خود تعیین کردم، باید به هدف خود برسم. والا این هدف هم که هست نمیشه که به چند روز یا به ما و به سال به این هدف برسه. این هدف که برنامه ریزی کرده، پلان ریزی کرده، ایت آهسته آهسته پله بله استی با استی باید به این پلان خود پیش بره تا بتونه موفق بشه. حالا اکثریت جوان ها هستن، برنامه ریزی خود میکنن، پلان خود میریزن و خیلی رو از این عجله میکنن و خیلی تلاش میکنن که خیلی زود برسن، مگر نه، خیلی باید آهسته و آرام و به این پروسه پیش برن و بتونن تا به او هدف خود برسن.
بله. و بعد از اینکه شما گفتیم با یک نیروی قوی باید برکت بکنن، بله. یعنی بعد از اینکه هدف رو می نویسن باید هدف مشخص می کنن، یک 6-7 ماه یا یک سال هم برم زیبای اندام دیگه، خب با انرژی بیام حرکت بکنم، چگونه همیتون نظر هستی؟ به نظرم، به آیدیم، به فکرم، حالا بعضی اشخاص شاید چنین فکر داشته باشن، اگر ما بدن قوی هم نداشته باشیم، مگر فکرمون باید قوی باشه، اندیشه قوی داشته باشیم، قلب قوی داشته باشیم. این دو چیز که قوی بود، میگه انسان به این معنا نیست که اگر موی از او سفید شد یا ریش از او سفید شد که بگن که به خدا نعمت پیر شدم، والله سنم رفت. نه، بلکه انسان جوان زمان قویه که روی فکر خود کار کنه و فکر قوی داشته باشه، فکرش جوان باشه، فکرش جوان باشه، بله، قلب از جوان باشه و همچنان ایمان قوی داشته. اینا رو که این دو تا رو داشت، من خیلی موافقم و خیلی به این عقیده کامل دارم که او جوان میتونه موفق باشه، میتونه که در زندگی خود خو یک راه، یک روش رو برای زندگی خود خو باز کنه تا بتونه خود به قله های موفقیت برسه. ماشاءالله، خیلی عالی. بله، ببینید عزیز، جوان هم میگن اینه آقای سمیم دیگه، او حرفی که ما گفتم، یعنی زبای اندام برن، گفتم سعی کنم آقای سمیم چه تعبیری دارن از این. جناب آقای سمیم، میشه که از کمی از خاطرات هم ما قصه کنیم؟ کدام خاطری به ذهن داریم از زندگی ای 40-50 سال که شما تا رسه پری کردین از زندگی خود؟ بله، همونطور همه اشخاص داخل جامعه، همون که به خوب و به خوبی خود میفهمه، یعنی جوان میشه، حتما از دوران مکتب، از دوران تحصیل، همچنان از دوران پانتون، از اینا همه کل خاطره میمونه، دوران زندگی با فامیل، دوست عراقم نشسته برخواسته که داره. من هم یک خاطره گله دارم از زمان مکتبه. او خاطره من همیشه به ذهنم هست و خیلی خاطره خوبی هم برای من هست، هیچ گام فراموش نمیشه. روزی از روزها از مکتب رخصت شدیم، با همسینفی خود در راه روان بودیم و مدت راهی که رسیدیم دم خانه هستینا، سینفی ما برای ما گفت شما منتظر پشت در بمونید که من برای شما یک تحفه دارم که همانا یک خرگوش است، برای شما تقدیم میکنم. خب من منتظر از این که برای ما خرگوش میاره، برادر خیلی منتظر، و دوستم سینفی ما بعدم که بیرون شد دیدم یک برادر کوچیک خیلی خوردی بود، برادر خوب بیرون کرد، گفت ایر به عنوان تحفه برای شما میدم که ایر خیلی دوست دارم و ایر برای شما میدم. بنان این خاطر خیلی برای من جالبه و همیشه ای به یاد موندنی هست، هیچ گفت فراموش نمیشه که از درون مکتب برای من. بسیار نیک. و شما منتظر بودیم که آره ایدم سر خرگوش میاد تا دست خود، درسته؟ بله درست، ما به انتظار خرگوش بودم که برای من برسه، مگر برادر خواه آوردم برای شما می بردیم برادر نه دیگه، نمیشه بود نه دیگه، چون برادر برای از اونا خیلی عزیز بود، اگرچه برای ما عزیز بود، مگر باز برای فامیل از اونا، برای خود از اونا دیگه واسه نمیشد که اونا بسیاری. سمیم صاحب، گاهی وقت ما ادافر ما شعار میدین، حرف میزنین، حالا برنامه رو طرح میکنین، برنامه میرسین، اما به اکثریت برنامه‌هایی که ما روی برای این حیث هدف تعیین کردیم نمیرسیم. آیا نرسیدن به هدف باید باعث شکست فرد بشه یا خیر؟ نه، دیگه شما میخوام بشه باشم. هیچگاه طرحی که ما رختیم، پلانی که رختیم، هدفی که در زندگی خود تعیین کردیم، اگر ما به اون نرسیدیم، به این معنا نیست که ما بیایم خود شکست بدیم، به خود خود ایت پوینت منفی وارد بکنیم که به خدا آن به این هدف نرسیدم و بیاین برای خود یک شکست وارد کنه. هیچگاه چنین چیزی نیست. اگر ما شکست هم خوردیم، به این معناست که ما شاید زیاد رو از این برنامه خود کار نکرده باشیم، شاید زیاد کوشش نکرده باشیم، شاید پلانی که رخته باشیم با دوست خود، با برادر خود، با فامیل خود مشوره نکرده باشیم، به این هدف خود درست نرسیدیم. و اگر نرسیدیم، به این معنا نیست که ما استاپ کنیم، بیایم متوقف بشیم و این هدف خود ادامه ندیم. نه، چنین چیزی نیست. باید خیلی کوشش کرد، یعنی به این معنا باید جان کند تا به هدف خود رسید، باید زحمت کشید، باید خیلی کار کرد تا به هدف خود رسید. مگر کسایی که حالا میبینی که اونا جای رسیدن، خیلی قله برند رسیدن، دست پیدا کردن و دارن داخل جامعه خدمت میکنن، باور کنی که اونا شبها زحمت کشیدن، روزها کار کردن، هفته ها کار کردن، ماها کار کردن، سالها کار کردن تا به هدف خود رسیدن. بالاخره دو سه بار شکست، میگه تو انسان به زمین نخوره، تا بر نخیزی، باز چه کار به هدف خود نمیرسی. حتما باید زحمت زیر بکشی، دو سه بار به قول عامیانه برای شما بگم باید به زمین نخوره، دوباره بلند میشی و باید به هدف خود ادامه میدی تا به او برسی. مگر میرسی به هدف خود،
باید که رو از او کار بکنی، تلاش بکنی، زحمت بکشی تا برسی. این نیست که ما بیاین حالا قرار به این پهلو بخوابیم، به پهلو دیگه بخوابیم، بگین که برنامه رفت این خود از این پیش میره. نه، چنین چیزی وجود نداره. به همه عزیزان دلی تفسیر میکنم که هیچگاه چنین چیزی وجود نداره که ما پلان و هدف برنامه خورختیم و بیاین حالا سر بگذاریم بخو و بگیم برنامه پیش میره. نه، چنین چیزی وجود نداره. باید تلاش بکنیم، باید کار بکنیم تا که ما به اون برنامه خوب برسیم و دست بیافتیم. بله، یک جوان چه هدفی باید داشته باشه آقای سمیم؟ حالا شاید از اهداف تعریفی متعددی بشه. شاید جوان بگه همین که من صبح میرم دکان، شام میام، همین هدف منه دیگه، تمام دیگه، هدف دیگه نیاز نیه. بیشتر جوان ها باید چگونه اهداف تعقیب بکنن، دنبال بکنن؟ حالا دیدگاهشان چقدر باید وسیع باشه؟ اهداف رو باید چقدر مدت زمان حضور مشخص بکنن؟ و اگر شما در اینجا کدام موردی داره، میشه با جوان ها شریک بسازید؟ و ایده عزیزان به این فکر میکنن، حالا شاید امو مسئله که شما بیان کردین، بگن که من صبح برمیخیزم میرم و دکان میایم و کار میکنم، این تنها نمیشه هدفه و تنها به این هم نشد، نمیشه که انسان اکتفا بکنه. باید پهلو از این برنامه دیگه هم داشته باشه. حالا اکثریت جوانان یک سر روزه می‌بینیم و دکان ها یک سر روزه که درس و تعلیمی که دارن به پیش می‌برن و روی از این هر دو تا باید درست برنامه ریزی بشه. مثلا صبح میره با دکان میره، شب که برنامه ریزی کنه برای خود، برنامه تره برنامه خوب رزه که من فردا صبح شام بمیرم به دکان، از ساعت 8 بجه تا به 9 بجه باید فلان کار دکان رو انجام بدم، مثلا حسابا دکان بکنم. بعد از ظهر که میشه باید روی درس و تعلیم و برنامه که مثلا برای تعلیم و تعلیم خوریخته و برای درس و تعلیم خوریخته باید بر روی از او کار بکنه. یعنی نمیشه اکتفا به یک کار کرد، چون ما انسان ها نمیتونیم در داخل جامعه به یک کار اکتفا بکنیم، تنها برای خود برسیم و تنها برای برنامه خود پیش بریم. باید برای دیگران هم برسیم، باید برای برادر هم فکر کنیم، برای فامیل هم فکر کنیم، برای او دوست عزیزی که در داخل جامعه هم هست، برای از او هم فکر کنیم، برای حتی برای کوچکترین فرد جامعه باید ما برنامه داشته باشیم، باید ما پلان داشته باشیم، برای از اونا هم گیر از این کار کنه. حالا جامعه هایی که رفتن به سوی پیشرفت، اینقدر پیشرفت کردن، اونا دلیل چی بوده؟ اونا هم میگه کل برنامه داشتن، برای خودم برنامه، برای بزرگ، برای خود، برای فامیل، برای همه کس برنامه داشتن و کار کردن و پیش رفتن. بسیار نیک، خیلی عالی. واقعیت هم چنین چیزی است. جوان ها باید برنامه داشته باشند تا اینکه به اهدافی که از قبل تعیین می کنند برسند. سمیم صاحب، شما هم کدام برنامه های رمز موفقیت خود شما می نیستید؟ جوان موفق ما در برنامه داریم و رمز موفقیت خود در چی می دانیم؟ آیا موفق بودین تا این دم دیدگاه خود یا خیر؟ الحمدلله تا به فعلا که من برنامه خوب پیش می برم، بله موفق بودم. یکی از جمله برنامه های موفقه که من برای شما مثال اور بیان کنم، یکی از زبان ها خارجی بوده که او همون از زبان بین المللی، زبان انگلیسی بوده و من صفر دوازده زبان انگلیسی تمام شده. بله، اگر چی ما بیان بیان کنیم که مثلا من خلاص کردم و به عنوان از اینکه تکمیل کردم، هیچگاه انسان یک علم رو نمیتونه تکمیل کنه، هیچگاه یک زبان رو نمیتونه تکمیل کنه، مگر هرچی که پیش بری هی برای آدم این عقیده میرسه که من هنوز عقب هستم، هی باید بیشتر تلاش بکنی که پیش بری، از این فرصت استفاده کنی. به عنوان مثال من از جمله ما میخوام همینجی باز مثال دیگه شما هم میگیرم جوان هم سمیم سه. بله. ما میخوام که میجی شما درباره رمضان و توصیه‌ای که شما میتونیم داشته باشیم به زبان انگلیسی برای بین دایما داشته باشیم. اگر ما خواسته باشم به زبان انگلیسی و بیننده ها شما بیان کنم، روی چه محوری بیان کنم از رمضان؟ میشه که روی شما توصیه داشته باشیم رمضان چگونه استفاده بکنیم، یا اینکه شما بگیم فرصت ها وقت ها غنیمت بشماریم و از دست ندیم. به طور مثال رمضان، ماه رمضان رو عبادت داشته باشیم، تلاش بکنیم که پاداش زیادی رو جمع آوری بکنیم، در قسمت جمع کردن پاداش حریص باشیم در رمضان. اوکی، I want to tell the chance that Allah Jalla Jalaluhu give us for this month. It's a good chance. Actually, as we know, it's open and shut case for all those who have a plan and a goal in their life. Ramadan is a chance for us. We must, we have to careful about this.
Ramadan. We have to have a plan, a goal in this month. Actually, it's a chance every day or every month, every year, we cannot achieve. It's a month just Allah give for us. We must to use from this in a good way, in a good situation. We have to a good ibadat for this month. We have to worshipful Allah. All the things that we have to thankful from the God, from the Allah, to worship Allah. And Ramadan is a good month for Muslims, okay, for those who are real person for Allah. We have to use this month in a good way, in a good situation. We have month, we have to share with the other person, those who are poor in community, those who are don't have anything for Ramadan to buy anything, for example, for aid. We have to give our money for them. بسیار نیک، خیلی عالی. واقعا دقیقا سمیم صاحب اشاره کردن که باید چی چانس را دست ندیم. رمضان خیلی مهم هست و این همیشگی نیست، چانس طلایی هست به خدمت ما و شما. میخواستم ادامه صحبت شما رو بشنوم. تشکر از این قسمت. میخواستیم مثال دیگه هم بیان بکنیم از موفقیت ها خود. از جمله موفقیت هم این بود که من دوری کنکوری داشتم و خود ما میفهمه، همه عزیزان دل میفهمن که کنکور هم یکی از جمله برنامه هایی که باید او برنامه ریزی داشته باشن و پلان داشته باشن تا موفقیت برسیم. یکی از مسائل این بوده که کوشش کردم تا من توانستم به او هدف خوب برسم. هدف خوب رشته خوب تعیین کرده بودم، کار کردم، زحمت کشیدم و به او هدف خوب من رسیدم، که این هم یکی از جمله از موفقیت های. خیلی سپاس، تشکر جناب آقای صمیم. انشاءالله که همیشه به او اهدافی که شما تعیین میکنیم برسین و موفق و موفق تر باشید. همچنان اگر گفتنی صحبتی داریم که با جوانان شریک بسازیم میخوام بشنوم از شما. من با آخرین گفته خو فقط چند بیت میخوام تقدیم عزیزان بکنم. بسیار از اینکه چون روال و برنامه ما رشته معمو هست میخوام تقدیم ادبیات میخونید؟ بله ادبیات میخونم. اگرچه این بیتی که من میخوام تقدیم عزیزا بکنم امو نویسنده از این معلوم نیست، چون شخصی که مثلا کپی کرده بود به سالا اگر بگم سرقت ادبی کرده بود نام شاعر را نورده بود. بنابراین من هم همون قسم آوردم و حالا یک شما هم سرقت ادامه میدیم دیگه. نه بنامان سرقت نه، اگر می بود نام شاعر را حتما ذکر میکردم. نام نویسنده: خود گناهکاریم، خود گناهکاریم و از دنیا شکایت میکنیم، خود گناهکاریم و از دنیا شکایت میکنیم، غافل از خود دیگری را هم قضاوت میکنه. کودک جان میدهد از درد فقر و ما هنوز چشم میبندیم و هر شب خواب راحت میکنه. عمر کوتاه است و دنیا فانی و بازم این وجود ما به این دنیای فانی زود عادت میکنه. ما که بردیم آبرو از عشق، پس دیگر چرا عشق را با واجه هامان بیشرافت میکنه. کاش پاسخ داشت این پرسش که ما در زندگی با همیم، اما چرا احساس قربت میکنه. من به این مسرح یقین دارم که روزی میرسد، من به این مسرح یقین دارم که روزی میرسد. سوره ای از عشق را با هم قرائت میکنه، سوره ای از عشق را با هم قرائت میکنه. بسیار نیک، سپاس، تشکر. اگر سرقت هم کرده باشیم به خاطر خیلی مفهوم عالی دیش و نکات زیادی برای ما میرسون مشکل نخواهد داشت. حتما یه توفی رمزینی بود که تقدیم شما و تمام خوشگل شنوینده های تلویزیون بیننده هم هستن، بیننده هم که هستن، هم اکنون ما رو میبینن. تقدیم همه عزیزان میکنم. تشکر از شما که در برنامه تشریف آوردین و دعوت ما رو پذیرفته بودین. تشکر از شما، سپاس. بیننده عزیز، سپاسگزار هستیم از جناب آقای صمیم که در برنامه حضور پیدا کردن. با هم چند لحظه صحبت کردیم، امیدوارستم که خسته کن نبوده باشه برای شما. بخش بعدی برنامه ما رو همراه باشین بعد از یک میان برنامه کوتاه.